آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هست. با توجه به مطالعاتی که شما دارید، چه نکات مهمی به نظر شما در این نشست مطرح شده و چه آینده‌ای برای زنان ایران ترسیم شده با توجه به این نرخ بالای ترک تحصیل دختران دانش آموز؟ سلام خدمت شما و همه کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن. اتفاق مهمی بود. قبل از هر چیزی باید بگم در وضعیت نابسامانی که ما میبینیم در شرایط پژوهشی دانشگاهی و بحث‌های تئوریک مهم در حوزه به خصوص زنان خلأش احساس میشه، این نشست به خودی خودش دارای اهمیت هست. نکاتی هم که درش مطرح شد و به هر حال تا جایی که میدونیم در چارچوب‌های ممکن جمهوری اسلامی میشه حرف زد، نکات مهمی رو گفت، از جمله اینکه همونطور که شما هم اشاره کردین، آماری که نشون میده در واقع موانع ورود زنان به بازار اشتغال چه هست. بخشی از اون علنی گفته میشه، بخشی هم به طور مسلم باید بین خطوط دریافت بشه. به طور مثال در هیچ جایی، در هیچ تا جایی که من این نشست رو دنبال کردم، به مسئله سیاست گذاری دولت و نقش دولت در حذف زنان از چرخه اقتصادی اشاره مستقیم نشده، اما آمار و بحث‌هایی که اونها رو مطرح می‌کنه این رو می‌رسونه. از سوی دیگه مسئله ترک تحصیل دختران و در واقع آمار مرتبط با اون رو شما هم بهش اشاره کردین. تفاوت این که دختران و پسران هر دو از چرخه تحصیل به تعداد زیاد در همین سال گذشته محروم شدن این هست که معمولاً پسران با حذف از چرخه تحصیل جذب بازار کار میشن، اما بسیاری از دختران خانه نشینی یا ازدواج اجباری نتیجه ترک تحصیل اونها هست. به این مسئله باید اضافه بکنیم که در همین نشست اشاره میشه زنان بسیار بیشتر از مردان باید تلاش بکنن تا خودشون رو در عرصه کار ثابت بکنن. به انضمام همه اینها من باید اضافه بکنم برنامه‌های توسعه‌ای که بعد از برنامه توسعه پنجم نوشته شده، عملاً حذف زنان از دست بازارهای کار به طور ویژه زنان مستقل و زنان سرپرست خانوار رو مد نظر داشته، یعنی هم شرایط استخدام اونها بسیار سخت‌تر از مردان و مردان متأهل و بعد زنان متأهل شده و هم حذف اونها از بازار کار بسیار آسون شده. یعنی اگر کسی قرار باشه که اخراج بشه، قبل از همه زنان مستقل و مجرد هستن که از مسئله بازار کار حذف میشن. اگر به من اجازه بدین، فقط یه مسئله دیگر هم در مورد آینده شما پرسیدید که مسئله این نشست هم بوده. ببینید، برآیند این اتفاقهای تحلیل جامعه شناسانی نشون میده که جامعه زنان ایرانی داره به سمت دو قطبی شدن بیشتر پیش میشه. قطبی که امکان بازآفرینی کار رو خودش داره، امکان ادامه تحصیل رو داره، دسترسی به منابع و سرمایه های لازم رو داره که بتونه ادامه بده، و بخشی از بدنه جامعه که فقیرتر و فقیرتر میشه و راحتتر حذف میشه، دسترسیش به بازار کار بسیار سخت‌تر هست و متاسفانه از همه طرف مورد خشونت در واقع اجتماعی و سیاسی هم قرار میگیره. در حد خیلی کوتاه اگه بخوایم بگیم که نقش این سهم ناچیز زنان در بازار اقتصادی به طور کلی رو جامعه ایران چقدر تاثیر میذاره در آینده کوتاه، لطفاً؟ همونطور که گفتم، در واقع به نظر میرسه که اون یک جریان موازی وجود داره. یک بخشی هست که دولت و سیاست‌های کلان داره براش تصمیم گیری میکنه و ارادهش به این نیست که زنان بخوان وارد بازار کار بشن و در اون عرصه پیشرفت بکنن، اما به طور موازی بخشی از جامعه داره مقاومت میکنه و تلاش میکنه که زنان رو بتونه همچنان در عرصه تولید حفظ بکنه. بنابراین من فکر میکنم این دو قطبی شدن در نهایت به ضرر جامعه هست، ولی این امید رو هم میده که بخش عمده ای از خانواده های ایرانی و جامعه ایرانی بران هست که بر این اراده دولتی غلبه بکنه و زنان رو اجازه نده که از این بازار کار و این حوزه اجتماعی حذف بشن. ممنون از توضیحاتتون. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی نروژ.